وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. افشای تصاویر خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه، هشتگ سیسمونی گیت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. سلام، وقتتون بخیر. اینجا لندن، استودیو ایران اینترنشنال. شما بیننده و شنونده برنامه خبری پنج عصر با من تناز خام هستید. دیگر سر خط خبرها، فراخوان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی فرهنگیان برای اول اردیبهشت. معلمان میگویند هیچ یک از مطالبات آنها محقق نشده است. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره ماریوپول، آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. مسکو پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از مذاکرات صلح را رد کرد. و دو مدال طلا برای کشتی ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا. یک فرنگی کار دیگر برای کسب مدال طلا روی تشک می‌رود. خوش آمدید. سیسمونی گیت قالیباف، این هشتگی است که کاربران در رسانه‌های اجتماعی درباره افشای عکس‌های جنجالی خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در رسانه‌های اجتماعی داغ کردند. سفر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. یک فعال سیاسی با افشای تصاویر این سفر نوشت این افراد با حجم بالایی از اضافه بار به کشور بازگشتند. با این حال الیاس قالیباف پسر رئیس مجلس این سفر را در شرایط اقتصادی کنونی خطای نابخشودنی خوانده که به امید و اعتماد مردم ضربه می‌زند. سفر جنجالی خانواده قالیباف به استانبول برای خرید سیسمونی کودک در سالی که علی خامنه ای آن را سال جهت‌دهی به مسئولان برای حمایت از تولید داخلی اعلام کرده. وحید اشتری از فعالان جریان موسوم به عدالت‌خواه با انتشار تصاویری در یک رشته توییت از سفر خانواده محمد قالیباف رئیس مجلس به ترکیه برای خرید کالاسکه و کیف نوزاد و بازگشت آنها به تهران با حجم بالایی از خرید خبر داده. وحید اشتری گفته برخی از مسافران پرواز شماره 4804 ساعت 13:45 استانبول به تهران عکس‌ها و تصاویری از یک خانواده چادری با حجم بالایی از وسایل خریداری شده برای نوزاد منتشر کردند. این فعال عدالت‌خواه گفته به دلیل تشابه عکس‌ها با زهرا مشیر، همسر قالیباف، خبر را پیگیری کرده و معلوم شده که موضوع واقعیت دارد و خانواده قالیباف از یک سفر استانبول و همراه با حجم بالایی از خرید به تهران برگشتند که به دلیل مشکل اضافه بار در حال چانه‌زنی با مسئولان فرودگاه بودند. این در حالی است که قالیباف پیش از این از اینکه برخی مسئولان پوشاک بچه‌شان را از خارج از کشور خریداری می‌کنند انتقاد کرده بود. شما نگاه کنید، وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. وحید اشتری در ارتباط با سفر جنجالی خانواده قالیباف به استانبول گفته با مسئولان فرودگاه و هواپیمایی معراج تماس گرفته و آنها تایید کردند خانواده قالیباف شامل همسر وی زهرا مشیر، دخترش مریم قالیباف و دامادش امیررضا بهیرایی در پرواز استانبول به تهران بودند. وحید اشتری در رشته توییت خود در همین ارتباط پیشاپیش تولد نوه قالیباف را به او تبریک گفته، اما خطاب به رئیس مجلس گفته نمی شود بالا نشست و با انداختن شفیه دور گردن برای مردم از تولید ملی و اشتغال و ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودروی ملی سخنرانی کرد، ولی خانواده خود را برای خرید سیسمونی به ترکیه فرستاد. عباس عبدی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب نیز در توییتی گفته این خبر آنقدر مهم و ویرانگر است که قالیباف باید از سمت خود استعفا کند، اما به دلیل آنکه اطمینان دارد جانشین قالیباف فرد نامناسب تری خواهد بود، پیشنهاد خود برای استعفای قالیباف را پس می‌گیرد. با بالا گرفتن انتقادات، الیاس قالیباف پسر محمد قالیباف در اینستاگرام با عنوان خطای نابخشودنی گفته این سفر اشتباه بوده. الیاس قالیباف گفته این موضوع به اعتماد مردم ضربه میزند و باعث میشود تهمت‌هایی که در گذشته به پدرش زده شده صحیح به نظر برسد. رضا مبین، واشنگتن دی سی.
در رابطه همراه میشیم با مهدی گلرو، فعال سیاسی از سندویکن سوئد، و رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی. خانم گلرو، در ابتدا با شما شروع بکنیم. در سالهای گذشته کم نبود از این سفرها و هزینه های این چنینی از طرف مقامات جمهوری اسلامی، ولی حالا این بار چرا ما شاهد چنین واکنش هایی هستیم؟ خب الان واکنش ها خیلی بیشتر میشه به لطف شبکه های اجتماعی. این رو در ابتدا باید بهش اشاره کرد که پیش از این هم بوده، همونطور که اختلاس ها پیش از این بوده و بسیاری از خشونت ها قبل از این بوده، ولی به خاطر اینکه این عکس ها منتشر نمی شده بسیاری اوقات متوجه این مسئله نمی شدیم. اما به سه دلیل واکنش ها خیلی افزایش پیدا کرد. یکی مسئله شکاف طبقاتی هستش که شما شاهد این هستید که بسیاری از خانواده ها فرزندان کودکشون و نوجوانشون خودکشی میکنه به خاطر اینکه تلفن هوشمند نداره، ولی میبینیم در جای دیگه در شرایط دیگه بچه‌ای که به دنیا نیومده یک همچین هزینه هایی براش میشه. بجز بحث شکاف طبقاتی که بسیار میتونیم بیشتر از این و مفصل تر از این بهش بپردازیم، مسئله تزویر و ریا در ساختار جمهوری اسلامی هستش. همین آقای قالیباف، ویدئویی که ازش منتشر شد چند دقیقه پیش در همین گزارش پخش شد که چطور به یکی از همکاران خودش در جمهوری اسلامی انتقاد میکنه، در همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند ماه پیش تشویق شدن مادران به این که حتما لباس‌های پاره فرزندان خودشون رو بدوزن و گفته شد که این در بسیاری از کشورهای دیگه هم همینطور هستش، و در کنارش تفاوت بین این که چه چیزی در صدا و سیما تشویق میشه، در ائمه جمعه در مورد ساده زیستی حرف میزنن و در کنارش میبینیم که مسئولین چطور زندگی میکنن. این ریا و تزویر هستش که مردم رو آزار میده. و سومین، بجز شکاف طبقاتی، ریا و تزویر، بحث فساد هستش که مسئله اینه که منشأ این پول‌هایی که خرج میکنن خانواده یه مسئولین از کجا میاد و چطور این خانواده ها و فرزندانشون میتونن چنین دسترسی به این حجم از پول داشته باشن. آقای علیجانی، خانم گلرو به سه مورد اشاره کردن، نظر شما را هم بشنویم. با سلام خدمت شما خانم گلرو و بینندگان عزیز. بله دقیقا ایشون نکات مهمی رو اشاره کردن. ببین این یه نمک بر زخم مردمه، مردمی که شاهد فاصله طبقاتی هستن، شاهد این نوع ریاکاری و دغلبازی هستن، شاهد فساد هستن که ایشون گفتن. ولی از یه زاویه سیاسی هم بخوام به مسئله نگاه کنیم، به نظر من این داستان و این به نوعی فاجعه وقاحت‌بار نماد و نمونه دیگری است از ریزش از بالا و فرسایش از پایین. ببینید کسی این رو افشا کرده، جریان عدالت‌خواه که از سال‌ها پیش گفته می‌شد که ما باید این جریان رو رصد بکنیم، اینا بچه‌های صادق‌تر و آرمان‌خواه‌تری هستن که در جریان ولایی بودن، اصولگرا بودن، بسیج بودن، شعارهای عدالت محور حکومت رو باور میکرد، ولی بعداً آخرت خودشون به دنیای حکومت نفروختن. من اینجا میخوام برای مردمی خیلی روشنه این نکات و براشون تکراریه، ولی میخوام خطاب به جریان ولایی به بدنش بگم، اونهایی که هنوز اندک اعتقاد و باوری دارن. ببینید شما برای حکومتی در واقع دارید جان فشانی میکنید پاش ایستادین که سعید طوسی رو تبرئه میکنه. بله متاسفانه تماس ما فکر کنم با شما قطع شده آقای علیجانی. اما خانم گلرو برمیگردیم به شما، خودتون هم اشاره کردید که آقای قالیباف در ابتدای برنامه هم بخشی از صحبتاشون رو البته شنیدیم، خب انتقاد میکردن از همکارانشون که چرا سفرهای خارجی میرن خرید میکنن. الان میبینیم مشاور قالیباف برمیگرده و میگه که نباید گناه پسر رو به پای پدر نوشت. خب مشاور آقای قالیباف چرا سری‌های قبل همچین حرفی رو نمیزدن؟ ببینید دو تا مسئله بسیار مهم هستش که بعضی از کسانی که میگن که نباید به این مسئله پرداخت و نباید این تصاویر رو منتشر کرد در مورد حوزه خصوصی حرف میزنن. نکته اول در مورد به طور کلی فضای سیاسی جهان هستش که پاپاراتزی ها هستن و هر لحظه هر کدوم از مسئولین در هر کجای دنیا هر کاری که انجام بدن با تصاویری میشه اون رو منتشر کرد و دید. در کنار این در مورد جمهوری اسلامی رو ما باید تشدید بکنیم، پاپاراتزی که وجود نداره چون آزادی وجود نداره در ایران. اما مسئله اینه که آیا حوزه خصوصی برای شهروندان ایرانی اصلا تعریف میشه که حال حکومت انتظار داشته باشه که در مورد مسئولینش از حوزه خصوصی صحبت بشه؟ این یه حرف پارادوکس کسانی که میان در مورد حوزه خصوصی حرف میزنن. نکته دیگه در مورد بحث رانت، کدوم یک از جوانان ایرانی بدون اینکه از استفاده کرده باشن از رانت پدرشون، مادرشون، کسانی که میتونستن یه امکاناتی در اختیار فرزندانشون بذارن میتونن همچین
پولی رو داشته باشن. الان کسانی که انتقاد میکنن به این مسئله خودشون رو نگاه میکنن و اینکه بسیاری از اونها سالها درس خوندن، سالها کار کردن، اما در نهایت یا پشت لشکر بیکارها در ایران میمونن یا اینکه کاری رو مجبورن بکنن که با امکانات و کیفیت تحصیلات اونها همخونی نداره. ولی چطور میشه یک کسی ممکنه که نه فقط بچهای آقای قالیباف، خیلی از فرزندان مسئولین توی ماه‌های اخیر مرتب گفتن که ما به پدرمون ربطی نداریم، ثروت ما از خودمون هستش. اگه شفافیت اقتصادی وجود داشت در ایران، هیچ کدوم از اینا نمیتونستن بیان همچین ادعایی بکنن که پولی که ما داریم به خاطر زحمت خودمون هستش، نه به خاطر رانتی که به خاطر فرزند فلان خانم بودن یا فلان آقا بودن به دست آوردیم. مسئله این رانت هستش که بسیاری رو عصبانی میکنه نسبت به اینکه فرزندان مسئولین چطور ممکنه که به خاطر همین نمیشه پدر و پسر، مادر و فرزند رو جدا کرد تو این بحث رانت. آیه علی جانی ممنون میشم. قبل از اینکه نظر شما رو در رابطه با پرسش دوم بدونم، برگردیم به پرسش اولتون چون تماس ما قطع شد. اگر مطلبی دارید اضافه کنید بفرمایید. بله، من خطابم به بچهای جریان ولایی بود، اونا که هنوزی اندک باوری دارن و برای پول کار نمیکنن. شما ببینید، من میخوام نسبت این فسادها رو برای افکار عمومی به نظرم روشنه، ولی برای این بچه‌ها باید تبیین کرد. با آقای خامنه‌ای بسنجیم. آقای خامنه‌ای سعید طوسی رو از مهلکه نجات داد. آقای خامنه‌ای همین دزدا و قاتلا رو کرده رئیس قوه مقننه و مجریه و قضاییه. ببینید الان دارن تو این فضاهای مجازی اینها گیر افتادن، این بچهای صادق ترش. یه ده برای پول کار میکنن، برای پول حاضرن آدم بکشنن، بگن حجامت انقلاب کردیم. خب مستضعفین رو کشتید، گفتید حجامت انقلاب کردیم. این دزدا و غارتگرا و اینا رو چی میخواد بگید؟ ببینید این بچه‌ها اگه وجدانشون رو وسط بیارن، باید فاصله بگیرن از این حکومت. ببینید این حکومت، آقای خامنه‌ای زمان شاه هم میگفتن شاه خوب اطرافیاش بدن، وقتی دزدی و فساد و هزار فامی بود، حالا که صد برابر هزار برابر بدتر از اون موقع است. سرمنشه اون موقع بعدا مردم فهمیدن سرمنشه تو درباره، حالا سرمنشه هم تو دربار و بیت آقای خامنه‌ای، شخص آقای خامنه‌ای که از این فساد و از این قتل و جنایت و از این غارت داره دفاع میکنه. فساد تو سرداران سپاه هست، شکم گونده هایی که به اسم حاج قاسم سلیمانیش دارن شما ها رو فریب میدن. های علی جانی، الان تأثیر این اتفاق، حالا رسانه‌ای شدن، صحبت کردنش در شبکه‌های اجتماعی چیه روی زندگی شخصی قالیباف و آینده سیاسی؟ متاسفانه جمهوری اسلامی نسبت به این مسائل خونسا شده، به قول عامیانه پوسکولوف شده. آقای خامنه‌ای کش ندهید فرمان پشت صحنه رو خواهد داد. در سقفش این هست که مثل سعید امامی در واقع فدا بکنن این افراد رو. من فکر نمی‌کنم قالیباف مهره‌ای باشه که آقای خامنه‌ای بخواد فداش کنه. در پرونده عیسی شریفی هم ما دیدیم تا عیسی شریفی بالاتر نیومدن، یه پله بالاتر میومدن بعد به آقای قالیباف و طائب و بیت و اینا می‌رسید. بنابراین باز هم خطاب به بچه های ولایی میگم، این حکومت به شما وفادار نخواهد مانه. همون اونی که شاه و ویدا و نصیریش رو گذاشت رفت، اینها هم فرار خواهند کرد، در بیبوله ها و دهکده های نجف و لبنان فرار خواهند کرد و شما رو دم دست مردم جا خواهند گذاشت، اگر به مصلحت و آیندتون دارید فکر میکنید. ولی اگر اعتقاد و باوری دارید، این جفسازی که تو فضای رسانه‌ای میکنن، دارن براتون توجیه میکنن که در حکومت علی هم فساد بود. بله، در حکومت علی هم فساد بود، ولی آیا علی کسایی که فاسد بودن رو ارتقاء مقام میداد یا توبیخ میکرد؟ نامه علی به عثمان ابن حنیف رو این بچه‌ها آشنا هستن، بخون. متشکرم از هر دوی شما. رضا علی جانی، تحلیلگر و فعال سیاسی. مهدی گلرو، فعال سیاسی از سندویکن سوئد. در ادامه خبرها نگاهی خواهیم داشت به فراخوان اعتراضی معلمان برای اول اردیبهشت ماه. تا دقایق دیگر. بیننده و شنونده برنامه خبری پنج عصر هستید. نگاهی کنیم به سرخط خبرها. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. افشای تصاویر خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه، هشتگ سیسمونی گیت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. فراخوان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی فرهنگیان برای اول اردیبهشت ماه، معلمان میگویند هیچ یک از مطالبات آنها محقق نشده است. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره ماریوپول، آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. مسکو پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از مذاکرات صلح را رد کرد.
و 2 مدال طلا برای کشتی ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا. یک فرنگی کار دیگر برای کسب مدال طلا روی تشک می‌رود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای فردا 1 اردیبهشت فراخوان تجمع سراسری صادر کرده است. اعمال رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی، حق برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت به خصوص در مناطق محروم، آزادی معلمان زندانی و داشتن تشکل‌های مستقل از حاکمیت از جمله مطالبات معلمان است. در این بیانیه تأکید شده هیچ یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافته. در واکنش به فراخوان معلمان، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت اعتراض معلمان به رتبه‌هایشان در هیئت‌های ممیزی قابل طرح است. صادق ستاری فر گفت اگر معلمی به رتبه‌ای که برای وی در نظر گرفته شده اعتراض داشت، می‌تواند شکایت خود را در هیئت‌های ممیز تشکیل شده مطرح کند و این موضوع آنجا بررسی خواهد شد. همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو همراه من شده. نیکی، لطفاً در رابطه با فراخوان راهپیمایی فردا برامون بیشتر توضیح بده. ببین، با توجه به اینکه خب معلمات توی این چند سال اخیر به ویژه سال گذشته بیش از 10 تجمع سراسری برگزار کردن و هر بار خواسته هاشون مشخص بود، حتی از به قول خود خیلی از معلم‌ها از خواسته هاشون عدول هم نکردن. خواسته هاشون همسانسازی، اجرای طرح رتبه بندی، آموزش رایگان، داشتن در هر حال نهادهای مستقل، برای اینکه در ایران چیزی به اسم سندیکا به سختی امکان فعالیت داره به ویژه برای معلمان، و اینا تأکیدشون اینه که بگذارند این سندیکاها برای معلمان فعالیتش رو بکنه، برای اینکه شرایط بهتری رو میتونه برای همه معلمان در نظر بگیره، و از اون طرف آزادی معلمان زندانی. اما هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. بارها چه وزیر آموزش پرورش، چه معاونت‌های مختلف، چه مدیران، در هر بخش و سمتی در مجلس دولت اومدن عنوان کردن که این رسیدگی میشه. معلم‌ها رو خواستن، نتیجه نگرفت، معلم‌ها اعتراض کردن، حتی سال گذشته با معلم‌ها برخورد شد، تعدادشون بازداشت شدن. داریم می‌بینیم همینجوری برای هر کدوم از فعالان صنفی معلمان داره احکام مختلف میاد یا به دادگاه احضار میشن، اما هیچ اتفاقی نیفتاده. و معلم‌ها میگن فردا ساعت 10 صبح در تهران و شهرهای مختلف، در تهران میان در مقابل وزارتخونه آموزش و پرورش تجمع میکنن، و در استانها و شهرستانها در مقابل ادارات وابسته به آموزش و پرورش تجمع میکنن و همین خواسته هاشون رو مطرح میکنن و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر هستن. تأکیدشون هم اینه، وعده وعید دیگه جواب نمیده. انتظار یک رسیدگی درست و سریع بر اساس آنچه که خواستند و در این سالها تأکید کردن روش رو دارن. خب الان آموزش و پرورش دوباره وعده جدید داده، آیا این وعده شامل اون مطالباتی که معلمان دارن میشه یا خیر؟ ببین، نه تنها آموزش و پرورش، که مجلس هم وعده میده و یک اتفاقی میفته که این وعده ها حتی بین معاونت های مختلف در آموزش پرورش فرق میکنه. وزیر اومده گفته 800,000 معلم شامل طرح رتبه بندی میشن و 68,000 میلیارد تومان مصوب شده. از اون ور معاون وزیر، معاون تربیت بدنی و آموزش پرورش، اومده گفته حکم رتبه بندی تا پایان بهار اجرا میشه، یعنی تا اواخر خرداد، اینجور که ادعا کرده. گفته حداقل این طرح رتبه بندی از 45 تا 90% افزایش حقوق خواهد داشت. از اون طرف گفته یک چیزی حدود 10% از معلمان رتبه بندیشون تنها 25% خواهد بود. این همون جاییه که معلمان تاکید دارن این تقسیم بندی رو چه حسابی داره انجام میگیره، چرا اون همسانسازی که قرار بود اتفاق بیفته درست اتفاق نیفتاده. یه چیز دیگه ای که هست، معاون وزیر آموزش و پرورش برخلاف ادعای وزیر آموزش و پرورش اومده گفته 38,000 میلیارد تومان بودجه مصوب شده، یعنی یه 30 میلیاردی بین اون چه کسی 30,000 میلیاردی بین اون چه که وزیر میگه و معاون وزیر میگه کاملا فاصله است. هیچ کس هم پاسخ نمیده. اتفاق دیگه ای که افتاده همین بحثیه که معاون وزیر کرده روی این که خب برن بررسی کنن اعتراضاتشون رو در اون مرکز، در هر حال نهادهای ممیزی. بحث معلم‌ها اینه که وقتی اعتراض میشه، وقتی سرکوب میشن، شما رو میبرن توی اتاقی میشینین، یه سری حرف بهتون میزنن و نتیجه نداره.
از اون طرف نکته دیگه‌ای که بگم و بحثم رو تموم کنم، نماینده مجلسه که گفته اصل تصویب این لایحه جای شک داره، اشکالاتش قابل رفعه. ممنونم از توضیحات نیکی محجوب همکارم اینجا که همراه ما بودیم. رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان میگویند در ادامه تجمعات سال گذشته معلمان هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. اما یک عضو کارگری شورای عالی کار میگوید هیچ اصلاحی در مصوبه مزدی صورت نگرفته و حداقل دستمزدها و دیگر سطوح مزدی مصوب برای امسال تغییری نخواهد کرد. بر اساس اعلام علی خدایی با اصلاحات پیشنهادی سایر ذینفعان در بازار کار موافقت نشده و مصوبه دستمزد مصوب 19 اسفند به قوت خود باقی است. شب گذشته جلسه فوق‌العاده و فوری شورای عالی کار با موضوع اصلاح مصوبه مزدی امسال و با هدف کم کردن افزایش مزد کارگران برگزار شد که بدون نتیجه خاتمه یافت. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه ما شده. آقای کیخسروی، خب الان می‌بینیم که در سال آینده گفته شده که ممکنه افزایش حقوق وجود داشته باشه که افزایش بالایی هم هست، اما موافقان و مخالفان خودش رو داره، برای ما بیشتر توضیح میدید لطفاً؟ خب قبل از هر چیزی اشاره کنم که افزایش 57% حداقل مزد کارگران برخلاف اون چیزی که میخوان ازش نشون بدن اصلا رقم قابل توجهی نیست. با این میزان افزایش حداقل مزد کارگران 4,179,000 تومان شده. خب این در حالیه که نرخ سبد معیشت خانوار به بالای 15 میلیون تومان در ماه رسیده. خب ما قطعا مخالف این میزان از مزد برای کارگران هستیم، چون کفاف حتی 10 روز از هزینه های خانواده ها رو نمیده. اما خب کارفرمایان با این بهانه که نرخ رسمی تورم اعلام شده بیشتر از، یعنی این دستمزد بیشتر از نرخ رسمی افزایش تورم اعلام شده است، از پرداخت اون ناتوان هستند و مخالفت میکنن. کسان دیگری هم البته این بهانه رو مطرح میکنن که به خاطر عدم توانایی کارفرمایان این میزان از افزایش مزد منجر به اخراج سازی و بیکارسازی کارگران میشه، که این جنگ و جدال و این مخالفت هایی که به راه افتاده به نظر من جدای از کارفرمایان بخش جدیش مربوط به جنگ و جدال های درون جناهای حکومتیه که میخوان در دعواهای قدرت به همدیگه فشار بیارن. همین الان هم صحبت های عنوان شده که رقم افزایش مزد سایر سطوح مزدی رو کم بکنن، و متاسفانه البته ما در سال 85 هم شاهد همچین اتفاقی بودیم که یکی دو ماه بعد از سال جدید مصوبه لغو شد و نرخ افزایش دستمزد تغییر کرد، یعنی کمتر شد از اون چیزی که ابتدای سال مصوبه شده بود. خب البته در اوضاع اقتصادی امروزه ما باید اینو در نظر بگیریم که وضعیت به حدی اسفبار هستش که کارگران قطعا در مقابل چنین تعرض‌هایی دست به اعتراض می‌زنن و ساکت نخواهند نشست اگر به هر حال قرار باشه این میزان رو تغییر بدن و کمش بکنن. بله، در رابطه با اعتراض کارگران صحبت کنیم. خب ما می‌دونیم در اصناف مختلف کارگران اعتراض‌های معیشتی زیادی داشتن و همچنان هم ادامه داره چون مشکلاتشون حل نشده. آیا امیدی هست تغییری ایجاد بشه یا خیر؟ خب ببینید، همونطور که عرض کردم دستمزد کارگران چندین برابر کمتر از هزینه‌های زندگیه و حتی افزایش مزد امسال هم با توجه به تصویب اون اما هنوز اعمال نشده. خب قطعا تا زمانی که کارگران و مزدبگیران نتونن هزینه‌های زندگی خودشون و خانواده‌هاشون رو تأمین کنن، اعتراضات ادامه خواهد داشت و راه حلش همینه که این مطالبات که بسیار زمینی و واقعی هم هستن و بر سر معیشت هستش محقق بشه. اما در مقابل شاهد این هستیم که حاکمیت در مقابل تحقق خاص کارگران مقاومت میکنه و قطعا اعتراضات هم رو به گسترش میره و شاهد هستیم که همین الان در میان کارگران پروژه نفت که سال گذشته یک اعتصاب 3 ماهه بسیار گسترده ای رو داشتن زمزمه هاش وجود داره که اوایل اردیبهشت باز هم دست به اعتراض و اعتصاب بزنن. متشکرم از توضیحات شما. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، شما میتونید گزارش های خودتون برای ما بفرستید. و اما حالا آنجا که شما از پیرامون خودتون به تصویر کشیدید. ندا رامش این همکارم اینجا در استودیو همراه من شده. ندا، چه گزارش هایی رو انتخاب کردی امروز؟ تنس، امروز یه تعدادی از راننده ها و خریدارای کامیون های وارداتی روبروی مجلس تجمع کردند در اعتراض به بالا رفتن هزینه های اسقاط خودروهای فرسوده. راننده ها میگن طبق مصوبه دولت برای اینکه بتونن کامیون های وارداتی رو براشون پلاک بگیرن باید گواهی اسقاط خودروی فرسوده ارائه بدن و همین هم پای دلالا رو به بازار باز کرده و باعث شده که هزینه اسقاط خودرو بالا بره. به خاطر همین راننده ها روبروی
کاری مجلس جمع شدن و از دولت میخوان که این قانون رو اصلاح بکنه. هم ببینیم ویدیو رو. من 10 ماه بیکارم، از تباسی سخولو دارم، هر از تباسی بودم بکرکشم این روزای عزیز، از تباسی چیز دیگه باسی فروش ندارم که بتونم این کارا رو کنم. روز به روز یه اسخات رو میبرن بالا، اصلا هر نمیتونیم بیایم بزنیم. 10 ماه بیکار معنی 10 ماه میفهمی چیه؟ اصلا یکی برای درک کنید اینو همه. حالا من حالا 20 ماه دارم، من 10 ماه. 4 سال پیش شرکت رامک خودرو اقدام به واردات خودرو از کره جنوبی میکنه. برای این کار هم 20,000 خودرو رو ثبت سفارش و حدود 8,000 خودرو رو هم پیش فروش میکنه. بعد از مدتی اعلام میشه به خاطر تحریم ها و ممنوعیت واردات ورود این خودروها به کشور متوقف شده. تعدادی از مشتری ها تسویه حساب میکنن و باقی مشتری ها همینطوری بلا تکلیف میمونن. کسایی که تو سال 96 مثلا 50 میلیون تومان برای پیش خرید دادن، الان ارزش پولشون چیزی بین 1 میلیارد. حالا دادگاه حقوقی به برگزاری مزایده برای فروش اموال این شرکت رأی داده، ولی دادگاه کیفری با این حکم موافق نیست و با این تناقضات مزایده برای فروش اموال و دادن بدهی‌های مردم انجام نمیشه. ببینیم. مشکل ما مدیریت آقای الباسی کار مرا گریزن شرکت رامک خودرو الان بیش از 300 نفر حقوق من اجرا داریم. من خودم 35 میلیون تومان دادم ملک و 27-55 آماده کردیم اتاق مزایده. این توتاق مزایده متاسفانه مشتری مفتر رفتیم میگن از بالا دستور من گفتن این رو نذارید مزایده، 800 میلیارد هم میبرنش. ما 300 نفریم، اون زمین 10,000 متر راجع باشه، دفتر مرکزشون هم هست. چند سالی هست که زنگ خطر برای جنگل‌ها و مراتع شمال که سرمایه طبیعی کشورن به دلایل مختلف از جمله قطع درخت‌ها و آتش‌سوزی‌های عمدی یا سهوی به صدا در اومده. این بار هم نوبت جنگل‌های منطقه توشی سیاهکله که به نظر میرسه بیش از 10 ها هکتار از درختان این جنگل رو آتش زدن. شهروندی تو ویدیویی که از دل این جنگل گرفته دلیل این کار رو خشک کردن درخت‌ها و بعد هم تغییر کاربری اون به جنگل خاران عنوان میکنه. اینجا یه جنگلیه تو منطقه توشی سیاهکل، تمام درخت‌های کاج این منطقه رو همونطور که ملاحظه میکنی جنگل خارا و زمین خارا همه رو آتش زدن. جهت اطلاع رئیس سازمان منابع طبیعی استان گیلان به داد این منطقه برسید. یک منطقه با وسعت حداقل 7-8 هکتار، شاید هم بیشتر، تمام درخت‌ها رو همینطور که ملاحظه می‌کنید دونه 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 همه رو آتیش زدن و قصد دارن اینجا رو تغییر کاربری بدن. حالا بریم به اصفهان، این بار ورزنه، و بشنویم از کشاورزی که به نحوه تقسیم و توزیع آب برای کشت محصولات کشاورزی اعتراض داره. ما در آخرین مسکن شهرستان ورزنه هستیم. همینطور که نگاه میکنیم آب اومده تو کانال، ولی اصلا رد نشده برای مناطق کشاورزی ما. 1 میلیون متر مکعب آب از زاینده رود رها شده، ولی ما اینجا آبی نداریم. این واقعا مصیبت واره. من فکر کنم امسال شرایط خیلی بحرانی تو ورزنه باشه. تمام کشاورزان اعتراض دارن و گندماشون داره در حال خوش شدنه. اگر 24 ساعت دیگه آب نرسید تمام گندم از بین رفته. مافیای آب، فولاد مبارک، زبان اصفهان، صنایع هفتتی، هر کس که بالا دست داره بیشتر داره برمی‌داره. ما هم که آخر آبیم، آب به ما نمیرسه. حالا هم ویدیویی ببینیم از یه سرقت عجیب و غریب، وقتی سارقان تابلوی راهنمایی و رانندگی رو برای سرقت انتخاب میکنن. اخیراً این مدل سرقت ها، مثلا سرقه قطعه‌های فلزی پل‌های آبر یا حتی کابل‌های برق، به شدت افزایش پیدا کرده.
در آخرم و یه بخشی از ملودی آهنگ نیر از خواننده جمال وفایی رو بشنویم که این بار اون رو یه روحانی به شکل دعا برای حاضران توی مراسم مذهبی میخونه. این شعره خوب بود؟ ببخشید دیگه من صدام ممنون که ما رو همراهی کردین. تصاویر و ویدیوهایی که دوست دارین دیده و شنیده بشن از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره 2044-78-7000 برای ما بفرستید. هنوز ممنونم از تو ندا رامش همکارم و تمام کسانی که گزارش‌های خودشون رو برای ما فرستادن. اما در ادامه مجمع خبری به افزایش حملات روسیه در شرق اوکراین می‌پردازیم. یک فرمانده ارتش اوکراین هشدار داده که نیروهای اوکراینی در ماریوپول شاید آخرین روزهای زندگیشان را بگذرانند. تا دقایق دیگر. بیننده و شنونده برنامه خبری پنج عصر هستید. نگاهی کنیم به سرخط خبرها. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. افشای تصاویر خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه، هشتگ سیسمونی گیت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. فراخوان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی فرهنگیان برای اول اردیبهشت ماه، معلمان میگویند هیچ یک از مطالبات آنها محقق نشده است. همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه محاصره ماریوپول، آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. مسکو پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از مذاکرات صلح را رد کرد. و دو مدال طلا برای کشتی ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا، یک فرنگیکار دیگر برای کسب مدال طلا روی تشک می‌رود. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره بندر جنوبی ماریوپول، شهردار این شهر گفت امروز چهارشنبه با استفاده از 90 اتوبوس 6000 نفر تخلیه می شوند. همزمان یک فرمانده ارتش اوکراین هشدار داد که نیروهای اوکراینی در ماریوپول شاید آخرین روزهای زندگیشان را می گذرانند. روسیه تهدید کرده در صورت خودداری این نیروها از تسلیم همه ی آنها را خواهد کشت. در همین حال آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحات از جمله موشک‌های ضد تانک و ضد هوایی استینگر به اوکراین خبر داد. مقام‌های آلمانی می‌گویند هیچ تأخیری در تحویل سلاح به اوکراین از طرف آلمان وجود ندارد. وزیر خارجه آلمان هم گفت دولتش نمی‌تواند جزئیات بیشتری از نوع تسلیحات ارسالی به اوکراین را در دسترس عموم قرار دهد. آلمان می‌گوید به سربازان اوکراینی برای استفاده از تسلیحات پیشرفته آموزش می‌دهد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در جنوب و شرق اوکراین نیروهای خود به عقب نشینی از تعهداتی که در مذاکرات صلح داده متهم کرد. کاخ کرملین همچنین در واکنش به پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از دیدار مستقیم میان رهبران روسیه و اوکراین گفت برای برگزاری چنین دیداری باید دلیل خوبی وجود داشته باشد. زلنسکی بیشتر خواستار ملاقات و مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین شده بود. همراه میشیم با همکارانم مهران عباسیان از گورنکا، یکی از روستاهای بوچا در اوکراین، و احمد صمدی از برلین. در ابتدا با تو شروع کنیم مهران، برای ما از آخرین جزئیات حملات در شرق و مناطق جنوبی اوکراین لطفا بگو. تنز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بیش از 1300 نقطه رو در شرق و جنوب شرقی اوکراین مورد هدف موشک و حملات توپخانه‌ای خودش قرار داده. مقامات اوکراینی امروز ادعا کردند در منطقه ایزبوم نیروهای روسیه از سلاح شیمیایی استفاده کردند و 5 نیروی اوکراینی توسط این سلاح‌ها کشته شدند. سلاحی که به گفته مقامات اوکراینی باعث سوزش در بدن این
سربازهای اوکراینی شده. شهر ماریوپول هم همچنان مانند روزهای گذشته است در محاصره نیروهای روسی قرار داره. کارخانه فولاد که این روزها بحث بر روی این کارخانه است و 2500 از نیروهای اوکراینی که محاصره شدند توسط نیروهای روسی بعد از اینکه یکی از فرماندهان گارد ملی یک ویدئویی رو منتشر کرد و درخواست کمک از کشورهای غربی برای نجات جون این افراد کرد و گفت حدود 500 سرباز اینجا زخمی هستن و زنان و کودکان هم در این کارخونه قرار دارن. اما هر دو طرف روس و اوکراینی ها ادعا کردن که کوریدور بشر دوستانه در ماریوپول ایجاد شده و تخمین زده شده حدود 6000 نفر بتونن امروز از این کوریدور خارج بشن. اما برای کارخانه فولاد روس‌ها برای بار سوم اولتیماتوم دادن به سربازانی که داخل این کارخانه هستن. الان دقایقی از این آخرین اولتیماتوم میگذره، فعلا خبری از این کارخانه نیست. اما میخوام این منطقه‌ای که هستم به اینجا اشاره کنم. اوکراینی‌ها از روز اول جنگ، زمانی که 5 هفته این منطقه شمالی کیف به دست نیروهای روس بود، ادعا کردن نیروهای روسیه شلیک مستقیم به روی غیر نظامی‌ها داشتن. اینجا الان کنار ما یک کارشناس نظامی بود، به خاطر مسائل امنیتی دوست نداشت تصویرش پخش بشه، فقط اشاره میکرد به جای گلوله هایی که بر روی ماشین ها و دیوار های این خونه ها هست. 5 هفته این منطقه به دست نیروهای روسی بوده. همونطور که مشاهده میکنید بعد از خمپاره باران و موشک باران این منطقه توسط سربازان روسیه به آتش کشیده شده. دادستانی اوکراین اعلام کرده 8000 پرونده تشکیل داده برای جنایت جنگی علیه سربازان روسیه. ممنونم از توضیحاتت و ممنون از اینکه گفتی که کجا هست. یکی از روسها در بوچا در غرب کیف فکر میکنم باشه که بیشتر منازل و همینطور که داریم میبینیم تخریب شده. ممنون از تو. اما بریم به برلین. احمد، کمک های نظامی و غیر نظامی کشورهای اروپایی چطور بوده، خصوصا آلمان که یه انتقادهایی بهش میشه ولی امروز میبینیم که یک سری از تسلیحات پیشرفته خودش رو داره در اختیار اوکراین قرار میده. همینطور تنداز خب مهران خیلی خوب وضعیت منطقه رو و وضعیت میدان رو توصیف کرد. اما خب در اینجا در غرب اروپا هم در واقع تلاش ها حول محور این هستش که کمک های نظامی و مالی رو به اوکراین برسونن. در روزهای گذشته کمک های زیادی از طرف کشورهای عضو ناتو به اوکراین ارسال شده، از جمله ایالات متحده که در روزهای گذشته کمک های قابل توجهی ارسال شده، از جمله 200 نفر بر زرهی M113 یا 18 اراده توپ خودکششی 150 میلیمتری و 40000 گلوله توپ و نفربرهای چند منظوره که خب اینها نشون میده که چقدر کشورهای غربی به دنبال این هستن که موازنه رو بتونن در اوکراین حفظ بکنن. در از آلمان هم خب علارغم اینکه انتقادهایی میشه به دولت آقای شولتز که داره کوتاهی میکنه، اما خب دیدیم که در روزهای گذشته هم صدر اعظم آلمان هم وزیر امور خارجه هم امروز تاکید داشت که کمک‌های نظامی به اوکراین ارسال خواهد شد. انتقادهای این هستش که خب چرا آلمان تانک های لوپارد 1 رو ارسال نمی‌کنه. خب این در واقع برمیگرده به این مسئله که آلمان معتقده که نمیتونه از ذخایر وزارت دفاع این کشور کمک کنه، اما در عوض 1 میلیارد یورو پول گذاشته و تاکید داره که اوکراین میتونه که این سلاح ها رو از شرکت های تسلیحاتی آلمان یا دیگر کشورها خریداری بکنه. با این حال بریتانیا اعلام کرده که خب کمک های توپخانه ارسال میکنه به اوکراین و خب نروژ هم امروز اعلام کرد 100 فروند موشک میسترال که موشک های ضد هوایی هستن و روی کشتی ها و ناوچه ها نصب میشه اونها رو به اوکراین ارسال میکنه. ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی برلین، مهران عباسیان از بوچا. اما در میانه این بخش خبری سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم مهشید دادبه. دوباره با شما خواهم بود ساعت 6 عصر به وقت ایران. اینجا لندن، استودیو ایران اینترنشنال، ساعت 6 عصر به وقت ایران. شما بیننده و شنونده ادامه برنامه خبری 5 عصر هستید. ساخت خبرها. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. افشای تصاویر خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه، هشتگ سیسمونی گیت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد.
فراخوان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی فرهنگیان برای اول اردیبهشت ماه، معلمان میگویند هیچ یک از مطالبات آنها محقق نشده است. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره ماریوپول، آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. مسکو پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از مذاکرات صلح را رد کرد. و زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، وزیر اقتصاد گفت اطلاعات برخی شرکت‌ها به دلیل مصلحت ملی منتشر نشده است. سیسمونی گیت قالیباف، این هشتگی است که کاربران در رسانه‌های اجتماعی درباره افشای عکس‌های جنجالی خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در رسانه‌های اجتماعی داغ کردند. سفر همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. یک فعال سیاسی با افشای تصاویر این سفر نوشت این افراد با حجم بالایی از اضافه بار به کشور بازگشتند. با این حال، الیاس قالیباف، پسر رئیس مجلس، این سفر را در شرایط اقتصادی کنونی خطای نابخشودنی خواند که به امید و اعتماد مردم ضربه می‌زند. ساناز قاضی‌زاده و جزئیات بیشتر. آشنشینی شهرها. سردار سپاه دکتر خلبان قالیباف که حالا سکاندار یکی از مهمترین نهادهای سیاسی کشور است، در شبانه روز گذشته با پرسش‌ها و انتقادات جدی روبروست. بدون شک در حوزه مسائل موالید و رشد جمعیت و زاد و ولد دچار مشکل هستیم، باید بپذیریم یه بخش عمدهش دغدغه واقعا معیشتی خانواده هاست. نه اینکه اولین بارش باشد، اما این بار برای او که با شعار حمایت از محرومان و کم درآمدها و تاختن به دریافت کنندگان حقوقهای نجومی روی کار آمده، ساعتها سکوت بزرگترین پاسخی است که به منتقدان افشای سفر خانواده درجه یکش به ترکیه برای خرید سیسمونی می‌دهد. سفر خانواده قالیباف به ترکیه و اضافه بار سیسمونی آنها با واکنش بسیاری در رسانه‌های اجتماعی همراه و با هشتگ‌های خطای نابخشودنی، سیسمونی، سیسمونی گیت و قالیباف داغ شده. شما نگاه کنید، وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ این کلیپ مربوط به مناظرات انتخاباتی قالیباف و رتب خوردن و منع رتب کردنش، اولین واکنش جمعی کاربران به انتشار تصاویر این خانواده و بار در فرودگاه مانده اش است. با این حال، الیاس قالیباف، پسر رئیس مجلس، در متنی با عنوان خطای نابخشودنی، گرچه زیر بار سیسمونی بودن بار همراه خانوادهش نرفته، بلکه خواهرش را نکوهش کرده که چرا به ترکیه رفته و تهمتهایی که به پدرش زده شده را صحیح جلوه می دهد. در شرایطی که بسیاری از کاربران خواستار عذرخواهی و استعفای رئیس مجلس هستند، پسر سردار به منتقدان تاخته که چرا خطای فرزند را به پای پدر می نویسند. پیشکش خانواده قالیباف به نوزاد هنوز نادیده دخترشان در حالی بر سر زبان ها افتاده که بسیاری از کاربران با جملاتی مشابه به آنها انتقاد کردند که چطور در زمانی که مردم پول خرید مایحتاج اولیه خود را ندارند و بسیاری از کودکان به خاطر مشکلات اقتصادی خانواده هایشان با بیماری و گرسنگی و ترک تحصیل دست و پنجه نرم می کنند، این خانواده برای خرید سیسمونی لوکس به ترکیه رفتند. ملت عزیزم عرض تبریک و تهنیت دارم، مخصوصا به مستضعفین عزیزم. این موضوع در حالی داغ شده که جستن سردار رئیس مجلس و اولین فرمانده سپاه از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی نیم قرن اخیر ایران برای بسیاری سوال برانگیز است. پیشنهاد دادم خودی که نامزدها دارایی خود و اموال خودشون رو به اتباع مردم برسونن، ولی ارتباط او با سردمداران قاچاق مواد مخدر و سوخت در اوایل دهه 90 که نخستین بار در مناظرات انتخاباتی 96 توسط حسن روحانی علنی شد. چون فکر میکنم اگر به اینها اشاره نکنم، حق این مردم محروم و مظلوم رو و حق همه ایرانی ها رو
در حقیقت ضایع کردن. پرونده های اقتصادی دوره سردار شهردار و یا پرونده خانه ها و املاک نجومی که به جای قالیباف یا آشار سلطانی افشا کننده فساد او و نزدیکانش بازخواست شد و یا تخلفات گسترده در بانک های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری که هرگز پیگیری نشد، مانند پرونده مؤسسه خیریه امام رضا، مهمترین پرونده‌ای که با نام خانواده قالیباف یعنی همسرش زهرا مشیر گره خورده و البته اتهامات فساد اقتصادی بزرگ دیگری به الیاس پسر خانواده قالیباف که همگی مسکوت ماندند. ساناز غازیزاده، لندن. در این رابطه همراه میشیم با سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از مادرید. خانم ایکتر، در رابطه با اینکه خب میبینیم چقدر شهروندان چه در ایران چه در خارج از ایران واکنش نشون دادن، چطور میتونیم توضیح بدیم؟ چه دلایلی داره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده هاتون. این سفر اعضای خانواده رئیس مجلس در شرایطی صورت گرفته که دولت و سر کار، مجلس، اعضای نمایندگان مجلس دائما دارن بر این تاکید میکنن که باید از تولید داخلی حمایت بشه، سیاستاشون به گونه ای که درهای ایران بیش از پیش به روی جهان خارج بسته بشه، تاکید میکنن که برای خودکفایی مردم باید کالای ایرانی مصرف بکنن و حاصل این سیاست ها وضع معیشتی امروز مردم در شرایطی که شاید این هستیم که کودکان در دوران پاندمی کرونا به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن‌های هوشمند خودکشی می‌کردن. حالا رئیس مجلس برای یه خرید سیسمونی برای دخترش خانوادش رو به خارج از ایران میفرسته. خب این کاملا طبیعیه که یک همچین واکنشی رو برانگیزه. البته نباید این موضوع رو فراموش کرد که این ماجرای سیسمونی گیت از طرف رقبای سیاسی آقای قالیباف هم شدیداً مورد توجه قرار گرفته. انتخابات هیئت رئیسه مجلس نزدیکه و خب این بهانه خواهد بود برای زیر فشار بیشتر قرار دادن رئیس مجلس. خب الان می‌بینیم مشاور قالیباف گفته گناه پسر رو به پای پدر ننویسید، ولی خب در گذشته ما می‌دیدیم که قالیباف هم در انتخابات یا در رقابت‌ها با دیگر کسان همچین کارهایی رو انجام می‌داد، به دیگر خانواده‌ها ممکن بود گیر بده و اونها رو زیر سوال ببره. مشاور آقای قالیباف یا پسرشون خواستن از این بهانه استفاده بکنن که حساب خانواده ایشون رو از رئیس مجلس جدا بکنن. این امر ممکن نیست. بله، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه، اما نه در مورد رؤسای هیچ نظامی چه هیچ کشور دیگه هم شما نمیبینید که خانواده و اعضای درجه یک خانواده یکی از مسئولین اون حکومت اون دولت خارج از حسابرسی ها، بررسی ها و زیر ذره‌بین قرار گرفتن ها باشن. اما از طرف دیگه نباید فراموش کرد داریم در مورد نظامی حرف میزنیم. جمهوری اسلامی در مورد خصوصی ترین و جزئی ترین بخش زندگی آدم ها اظهار نظر میکنه، قانون تصویب میکنه، آدم ها رو بازداشت و بازخواست میکنه. مقامات ارشد یک چنین نظامی نمیتونن بگن که آنچه که اعضای خانوادهمون میکنن جدا از اون چیزی هست که خودمون میخوان. و اعضای خانواده رئیس مجلس ایران پسرشون متهم هستن به فساد اقتصادی، شخصا همسرشون توی ماجرای خیریه امام رضا توی فساد دست داشتن. یعنی وقتی فساد خانوادگی و اینقدر گسترده هست، نمیشه که یه همچین موضوعی رو بخواییم که جدا بکنیم مسئله بچه رو از پدرش. متشکرم از شما سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از مادرید. اما در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یه عضو کارگری شورای عالی کار میگوید هیچ اصلاحی در مصوبه مزدی صورت نگرفته و حداقل دستمزدها و دیگر سطوح مزدی مصوب برای امسال تغییری نخواهد کرد. بر اساس اعلام علی خدایی، با اصلاحات پیشنهادی سایر ذینفعان در بازار کار موافقت نشده و مصوبه دستمزد مصوب 19 اسفند به قوت خود باقی است. شب گذشته جلسه فوق‌العاده و فوری شورای عالی کار با موضوع اصلاح مصوبه مزدی امسال و با هدف کم کردن افزایش مزد کارگران برگزار شد که بدون نتیجه خاتمه یافت.
خانواده های ناهید تقوی، کامران قادری، مسعود مصائب و جمشید شارمهر، چهار شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، در نامه‌ای به وزرای خارجه آلمان و اتریش خواستار پیگیری وضعیت آنها در جریان مذاکرات برجام شدند. به گزارش نشریه روزنامه آلمانی دیولت، خانواده این چهار شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران در این نامه گفتند حقوق اولیه بستگان ما به دلیل داشتن تابعیت اروپایی پایمال می شود. علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، خواستار برخورد جدی با روزه‌خواری در ملأ عام شد. او افراد روزه‌خوار را هنجارشکن نامید. همزمان علی شعبانی، رئیس کل دادگستری این استان، هم خوردن و آشامیدن در مراکز عمومی در ماه رمضان را مانند دزدی و قتل جرم مشهود خواند و گفت دستگاه قضا باید با آن با جدیت برخورد کند. مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت، در توجیه افزایش قیمت دارو گفت این سازمان به دلیل اتمام بودجه نتوانست پوشش بیمه برای 560 قلم دارو را تامین کند. به گفته او گرانی داروها در سال گذشته بیشتر از پیشبینی ها بوده و در حالی که سازمان های بیمه‌گر سال گذشته موظف بودند تا 15% افزایش قیمت دارو داشته باشند، قیمت 560 قلم دارو حدود 35-40% افزایش داشت. ما در ادامه خبرها نگاهی خواهیم داشت به فراخوان اعتراضی معلمان برای اول اردیبهشت ماه. تا دقایق دیگر. وقتی چشم باز می‌کنیم جهان ما با صدها خبر احاطه شده. خبرهایی که بعضی هاشون تنها یک جمله اند. جمله هایی که یک قطعه کوچیک از پازلی بزرگتر هستند. ما در برنامه امروز این پازل ها رو کنار هم میذاریم تا تصویر درست و شفافی از واقعیت رو پیش روی شما بذاریم، چون شما لایق این آگاهی هستید. برای سفر به عمق خبرها و رویدادها با من شرار عزیزی در امروز همراه باشید. امروز مهمان من فارس سعید، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان مبارزه با اشغال لبنان توسط ایران است. ایران نقش زیادی در انزوای لبنان در جهان عرب ایفا کرده. کشور ما به اسارت گرفته شده. ما توانایی اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی را نداریم. آنچه که در لبنان به عنوان اپوزیسیون انجام می‌دهیم، مخالفت با سلاح حزب الله، هزینه کردن اموال از سوی ایران برای پروژه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی است. بیننده و شنونده برنامه خبری پنج عصر هستید. نگاهی کنیم به سرخط خبرها. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. افشای تصاویر خرید سیسمونی خانواده قالیباف از ترکیه. هشتگ سیسمونی گیت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. فراخوان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی فرهنگیان برای اول اردیبهشت ماه. معلمان میگویند هیچ یک از مطالبات آنها محقق نشده است. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره ماریوپول، آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. مسکو پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از مذاکرات صلح را رد کرد. و زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی. وزیر اقتصاد گفت اطلاعات برخی شرکت‌ها به دلیل مصلحت ملی منتشر نشده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای فردا 1 اردیبهشت فراخوان تجمع سراسری صادر کرده است. اعمال رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی، حق برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت به خصوص در مناطق محروم، آزادی معلمان زندانی و داشتن تشکل‌های مستقل از حاکمیت از جمله مطالبات معلمان است. در این بیانیه تاکید شده هیچ یک از مطالبات سال گذشته فرهنگیان تحقق نیافته. در واکنش به فراخوان معلمان، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت اعتراض معلمان به رتبه‌هایشان در هیئت‌های ممیزی قابل طرح است. صادق ستاری‌فر گفت اگر معلمی به رتبه‌ای که برایش در نظر گرفته شده اعتراض داشت، می‌تواند شکایت خود را در هیئت‌های ممیزی مطرح کند و این موضوع آنجا بررسی خواهد شد. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه ما شده. آقای بهرامی، خب می‌بینیم که فراخوانی داده شده که فرهنگیان تجمع کنن اول اردیبهشت ماه، اما می‌دونیم از طرف دیگه که هر آنچه که مطالباتشون بوده تا الان تحقق نیافته. فراخوان چنین تجمعی و انجام این تجمع چه کمکی می‌تونه بکنه؟ درود بر شما. خب بله، واقعیتش اینه که همونطوری که در گزارش اشاره شد، هیچ کدوم از خواسته های معلم ها در سال 1400 تحقق پیدا نکرد. این خواسته ها مهمترینش که به هر حال مد نظر اکثر معلم هاست، بحث معیشتی و افزایش حقوقشون هست که در قالب لایحه رتبه بندی و طرح همسانسازی به مجلس رفت. البته این طرح به مجلس نرفت، اما لایحه رتبه بندی به شکل بسیار بدی با عدم پذیرش بار مالیش از سوی دولت در نهایت تصویب شد و به قول معلم ها سر همبندی شد. این از بحث مالیش. در بحث خواسته های دیگه که البته این خواسته های غیر از خواسته های معیشتی خب چندان مورد نظر اکثریت معلم ها نیست، ولی به هر حال در بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی وجود داشته، از جمله آموزش رایگان. ما میبینیم که این هم همانند بحث معیشتی کاملا یک روند معکوسی رو داره طی میکنه. یعنی نه تنها آموزش رایگان نمیشه، بلکه دولت بسیاری از مدارس سابقا دولتی رو تحت عنوان هایی مثل هیئت امنایی به شکل پولی درآورده و از اولیا به بهانه‌های مختلف و در قالب یک فوق برنامه‌های بی اهمیت پول می‌گیره. بحث برخوردهای امنیتی هم که در همین روزها ما شاهد بودیم، مثلا برای آقای بداغی 4 سال حبس به هر حال تعیین کردن، معلم‌های دیگه تحت فشار هستن. اینه که واقعا هیچ کدوم از خواسته‌های معلم‌ها برآورده نشده و اینه که قابل پیش‌بینی بود که در سال جاری هم تجمعات و اعتراضات شروع بشه. بله، خب در سال گذشته تجمعات به نظر بیشتر بود و همینطور برخوردهای امنیتی هم بیشتر شد. فکر میکنید اعتراضها تا کجا پیش بره در سال آینده؟ خب به نظر میرسه که این اعتراضات ادامه داشته باشه. البته شکل برخورد حاکمیت و نهادهای امنیتی و وعده وعیدهایی که در سال گذشته از طرف مسئولین دیدیم در این میان تعیین کننده است. یعنی اگر واقعا کلیت جامعه ایران به خاطر مشکلات اقتصادی ساختاری و بنیادینی که وجود داره در آستانه انفجار قرار بگیره، معمولا تحت یک عناوینی حتی خارج از این لایحه رتبه بندی یک فوق‌العاده ویژه‌هایی رو به حقوق کارمندان از جمله معلم‌ها که یک جمعیت زیادی هستند اضافه میشه. این سابقه داشته در سال‌های گذشته. و از طرف دیگه بحث برخوردهای امنیتیه که اگر واقعاً حاکمیت احساس خطر کنه، خب طبیعتاً برخوردها شدیدتر میشه، ولی هیچ چاره‌ای به نظر من نه برای معلم‌ها و فقط برای معلم‌ها، بلکه برای اقشار حقوق بگیر و همچنین کارگران غیر از اعتراضات خیابانی واقعاً نمونده. چرا که حاکمیت تا الان نشون داده که حاضر نیست به راحتی عقب نشینی کنه و بخشی از مطالبات واقعا ابتدایی و بدیهی این اقشار رو تأمین کنه. خب از طرف دیگه میبینیم که معاون وزیر آموزش و پرورش گفته که اگر معلم‌ها شکایتی دارن بیارن تو هیئت‌های ممیزی. اگر این اتفاق بیفته، حالا معلم شکایت ببره، فکر می‌کنه اصلا رسیدگی بشه؟
نه، اینها این صحبتایی که همیشه از طرف مسئولین ما شنیدیم. واقعیت اینه که خود وزارت آموزش و پرورش هم در بحث لایحه رتبه بندی اصولا به بازی گرفته نشد و اصولا در سطحی نیست، اختیاری نداره و پول و بودجه‌ای دستش نیست که بخواد چیزی فراتر از خواسته‌های معلم‌ها رو به اونها بده. در نتیجه این فقط وقت‌کشی هست و راضی کردن معلم‌ها هست. همونطوری که قبلا هم من اشاره کردم، واقعیت اینه که نهادهای امنیتی بخشی از فرایند سرکوب، ارعاب و مطیع کردن معلم ها رو به خود وزارتخونه و خود ادارات و خود حراست ها سپردن. به همین خاطر که انتظار کار عجیب و کار برحال چشمگیری از اینها نباید. متشکرم از توضیحات شما. متشکرم. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از ترکیه. اما حالا مروری خواهیم داشت به رسانه های ورزشی. الهام یزدی‌ها همکارم اینجا در استودیو همراه من شده. الهام، لطفاً از آخرین خبرهایی که در رسانه‌ها مطرح شده و واکنش‌ها برامون بگو. فرانس واکنش‌ها رو با اعزام نشدن دوباره تیم ملی کاراته به رقابت‌های لیگ وان شروع می‌کنم که به خاطر حضور ورزشکاران اسرائیلی بار دیگه ملی پوشان ما نتونستن به این رقابت‌های مهم اعزام بشن. و بعد از اون سری هم می‌زنیم به دنیای فوتبال که دیروز نساجی یک بازی مهم و تونست برنده بشه و به فینال جام حذفی را پیدا کرد. بسیار بازتاب گسترده‌ای داشته این موضوع و همچنین بازی ملوان بندر انزلی در ورزشگاه سیروس قایقران. بندر انزلی، ملوان بندر انزلی، تیم زنانش تونستن که حریف مقابلشون رو گلباران کنن. نگاهی کنیم به ترس این موضوع. حتما. لغو سریالی اعزام ملی پوشان کاراته به رقابت‌های بین‌المللی به دلیل حضور ورزشکاران اسرائیلی همچنان ادامه داره. این بار کاراتکاهای ایران به لیگ وان پرتغال اعزام نشدن، چون احمد بوبسل از اسرائیل در وزن به اضافه 84 کیلوگرم حضور داشته، وزنی که سجاد گنجزاده دارنده مدال طلای المپیک توکیو در اون مبارزه می‌کنه. ماجرای اعزام نشدن تیم ملی کاراته بعد از لغو اعزام‌ها به لیگ وان امارات و مسابقات جهانی بار دیگه اعتراض گنجزاده رو به همراه داشته. سجاد گنجزاده در یک پست اینستاگرامی که دارید پشت سر من هم می‌بینید به شدت به مقامات ورزش ایران به خصوص حمید سجادی وزیر ورزش انتقاد کرد و نوشت که ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم تحمل کنیم. البته به دلایل نامشخص گنجزاده این پست رو امروز از صفحه‌اش پاک کرده. اما اعزام نشدن تیم ملی کاراته در بین کاربران هم واکنش داشته. در اینستاگرام این کاربر گفته یک ورزشکار 6 ماه تمرین میکنه و سختی میکشه برای 4 تا مسابقه، اگه این هم نباشه که دیگه ورزش قهرمانی نیست، ورزش همگانیه. این کاربر معتقد ماجرای مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی در ورزش باید یک بار برای همیشه حل بشه و تا کی باید به نفع و سود اسرائیل ازشون فرار کنیم و مبارزه نکنیم. نویسنده این کامنت هم گفته این ماجرا ربطی به سجادی و مدیر ورزشی و غیر ورزشی نداره. سیاست نظام اینه که با اسرائیل نباید مقابله ورزشی کرد. در کل ورزش برونمرزی باید تعطیل بشه با این اوصاف. این کاربر نوشته فلسطینی‌ها دارن با اسرائیل مسابقه میدن و ما کاسه داغ‌تر از آش هستیم. همیشه سیاست اشتباه به کل ایران ضربه زده. و نویسنده این کامنت گفته فعلا ما هستیم که همه جا داریم هست میشیم، نه اسرائیل، و همش به کام اسرائیله. واکنش ها رو با خبرهای فوتبالی ادامه بدیم. دیروز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال در ورزشگاه آزادی نساجی مازندران و مس کرمان به مسافه هم رفتن که در نهایت نساجی در وقت‌های اضافه با یک گل برنده شد و به فینال رسید. هواداران نساجی هم در استادیوم و خیابون‌ها اینطوری این برد ارزشمند تیمشون رو جشن گرفتن. یکی از هواداران نساجی با اشاره به شعار تماشاگران در ورزشگاه نوشته ایستاده برات دست میزنیم، شادی میکنیم و فریاد میزنیم نساجی ای امید شهر خسته. نویسنده این توییت که هوادار پرسپولیس
نوشته برای اولین بار در قاب تصویر از دیدن این همه تماشاگر نساجی در ورزشگاه لذت بردم. این کاربر هم از استقبال پرشور تماشاگران مازندرانی در ورزشگاه آزادی نوشته و اشاره کرده به بنری که روش نوشته شده بوده نساجی بدون کارخونه هاش همچنان فریاد میزنه. نویسنده این توییت در آخر گفته این دیگه فقط یه تیم فوتبال نیست، رگ و ریشه مردم یک شهر و استانه. از فوتبال دور نشیم، در لیگ برتر فوتبال زنان تیم ملوان بندرانزلی در ورزشگاه سیروس قایقران مقابل چشم حدود 3000 تماشاگر تیم ملی پوشان شهر کرد رو با 13 گل در هم کوبید. تشویق ایسلندی بازیکنان ملوان بود که با هم دیدیم، اما در حالی تماشاگران زن تونستن این بازی رو از روی سکوها ببینن که هنوز درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان به صورت آزاد باز نشده. این بار هم در این ورزشگاه تماشاگر مردی حضور نداشته. با این حال کاربران از هواداران تیم زنان ملوان بندرانزلی نوشتن، مثل این کاربر که گفته ورود تماشاگران آزاد شده، البته نه فقط در فوتبال مردان بلکه استادیوم سیروس قایقران هم میزبان هواداران پرشور ملوان بوده. این هوادار فوتبال تصویری از ورزشگاه سیروس قایقران رو در بازی دیروز ملوان منتشر کرده و گفته زنان هم فوتبال تماشا میکنن. 3000 تماشاگر زن با تمام تبعیض‌ها و کمبودها به تماشای بازی تیم فوتبال شهرشون نشستن. و میثم شاهین مدیر روابط عمومی باشگاه ملوان درباره حضور زنان در ورزشگاه توییت زده که حاصل چندین ساعت جنگ اعصاب با مسئولان برگزاری مسابقه و فدراسیون حضور 3000 تا زن در سن سیروس بود. سن سیروس لقبیه که هواداران ملوان به ورزشگاه سیروس قایقران میدن. برمیگردم به تو تنس. ممنونم از تو الهام یزدی ها که نگاهی داشتی بر رسانه‌های ورزشی. اما در ادامه این بخش خبری به افزایش حملات روسیه در شرق اوکراین میپردازیم. یه فرمانده ارتش اوکراین هشدار داده که نیروهای اوکراینی در ماریوپول شاید آخرین روزهای زندگیشان را میگذرانند. تا دقیقه دیگر. بیننده و شنونده برنامه خبری پنج عصر هستید. نگاهی کنیم به سرخط خبرها. وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. افشای تصاویر خرید سیسمونی خانوادگی قالیباف از ترکیه، هشتگ سیسمونی گیت در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. فراخوان تجمع اعتراضی شورای هماهنگی فرهنگیان برای اول اردیبهشت ماه، معلمان میگویند هیچ یک از مطالبات آنها محقق نشده است. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره ماریوپول، آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. مسکو پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از مذاکرات صلح را رد کرد. وزیان‌های چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، وزیر اقتصاد گفت اطلاعات برخی شرکت‌ها به دلیل مصلحت ملی منتشر نشده است. همزمان با تنگتر شدن حلقه محاصره بندر جنوبی ماریوپول، شهردار این شهر گفت امروز چهارشنبه با استفاده از 90 اتوبوس 6000 نفر تخلیه می‌شوند. همزمان یک فرمانده ارتش اوکراین هشدار داد که نیروهای اوکراینی در ماریوپول شاید آخرین روزهای زندگیشان را می‌گذرانند. روسیه تهدید کرده در صورت خودداری این نیروها از تسلیم همه ی آنها را خواهد کشت. این آخرین درخواست ما از جهان خارج است. آخرین درخواست برای زنده ماندن. ما سربازانی که شاید در روزهای پایانی زندگیمان هستیم. نسبت تعداد سربازان روسیه با ما 1 به 10 نفر است. آنها مجهز هستند و کنترل آسمان را هم در اختیار دارند. تنها مأموریت ما دفاع از مرکز آزوستال در ماریوپول است، جایی که غیر نظامیان هم در اطرافش هستند. زنان و کودکان زیادی اینجا گیر افتادند. اونها قربانیان این جنگ هستند.
ما از رهبران جهان می‌خواهیم همه ما رو تخلیه و به کشور ثالثی منتقل کنند. ما اینجا 500 زخمی و صدها زن و کودک داریم. ما می‌خواهیم همه به خاک یک کشور امن منتقل شویم. متشکرم. آلمان از ارسال یک محموله بزرگ تسلیحات از جمله موشک‌های ضد تانک و ضد هوایی استینگر به اوکراین خبر داد. مقامات آلمانی می‌گویند هیچ تأخیری در تحویل سلاح به اوکراین از طرف آلمان وجود ندارد. وزیر خارجه آلمان هم گفت دولتش نمی‌تواند جزئیات بیشتری از نوع تسلیحات ارسالی به اوکراین را در دسترس عموم قرار دهد. آلمان می‌گوید به سربازان اوکراینی برای استفاده از تسلیحات پیشرفته آموزش می‌دهد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در جنوب و شرق اوکراین، روسیه اوکراین را به عقب نشینی از تعهداتی که در مذاکرات صلح داده متهم کرد. کاخ کرملین همچنین در واکنش به پیشنهاد اسرائیل برای میزبانی از دیدار مستقیم میان رهبران روسیه و اوکراین گفت برای برگزاری چنین دیداری باید دلیل خوبی وجود داشته باشد. زلنسکی پیشتر خواستار ملاقات و مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین شده بود. همزمان با ادامه رایزنی‌های جهانی درباره ارائه کمک‌ها به اوکراین، رئیس جمهور آمریکا و رهبران کشورهای متحدان درباره ارائه کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه به اوکراین گفتگو کردند. در همین راستا بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد در گفتگو با رهبران چند کشور توافق کردند برای رسیدن به یک راه حل امنیتی بلند مدت همکاری کنند تا اوکراین هرگز هدف حمله دوباره قرار نگیرد. در همین رابطه همراه میشیم با مریم رحمتی، خبرنگار ما از دفتر واشنگتن سیتی. ببخشید مریم، آیا برگزاری چنین نشستی در کاخ سفید معمول هست؟ این نشستی که امروز برگزار میشه نشستی هست میان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و مقام‌های بلند پایه نظامی آمریکا از جمله لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و همچنان مارک میلی رئیس سنتکام که قراره در کاخ سفید امروز باشن و دیگر مقام‌های بلند پایه. این نشست هر ساله در کاخ سفید برگزار میشه ولی امسال این نشست یک رنگ و چهره جدیدی به خود گرفته و یک توجه ویژه‌ای هم به خودش جلب کرده. این نشست خیلی مهم هست به خاطر حمله روسیه به اوکراین و جنگی که فعلا یک چهره جدیدی به خودش گرفته و داره روز به روز هم بدتر میشه. گفته شده در جلسه‌ای که امروز قرار برگزار بشه درباره موضوعات مختلفی بحث و گفتگو بشه. یکی از موضوعاتی که درباره‌اش گفتگو خواهد شد موضوع کمک‌های نظامی به اوکراین خواهد بود، موضوع آموزش ارتش اوکراین و سربازان اوکراینی خواهد بود و یک موضوعی هم که از همه مهمتر قراره در موردش بحث و گفتگو بشه موضوع استقرار دائمی ناتو در مرزهای شرقی اروپا خواهد بود که امروز جو بایدن قراره در مورد اون هم بحث و گفتگو بکنه. گفته شده قسمت اول جلسه در حصه غربی کاخ سفید برگزار خواهد شد و بعدش تمام مقام‌های نظامی و جو بایدن به طرف دیگه کاخ سفید خواهند رفت تا با همسران مقام‌های نظامی شام اونجا صرف بکنن و بعد این جلسه به پایان خواهد رسید. خب یه صحبتایی داره از این میشه که آمریکا میخواد کمک‌های تسلیحاتی بیشتری به اوکراین بکنه، چه جزئیاتی از این داری؟ تنها هفته گذشته 800 میلیون دلار کمک تسلیحاتی از جمله توپخانه‌های متفاوت و سیستم‌های دفاعی آمریکا کمک کرد به اوکراین، ولی طوری که به نظر میرسه دولت آمریکا نمیخواد کمک‌های خودش رو نگه بداره و کمک‌های بیشتری ارسال نکنه، روز به روز داره کمک‌های خودش رو به اوکراین زیاد میکنه. گفته شده که در یکی دو روز آینده آمریکا قرار 800 میلیون دلار دیگه کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین بفرسته. در کنار اون قرار نظامی های سابق آمریکایی که بازنشسته شدن و نظام ارتش حالای آمریکا که الان هستن قرار به نیروهای اوکراینی در خارج از اوکراین آموزش نظامی و طرز استفاده این مهمات رو یاد بدن و کمک های آمریکا همچنان ادامه داره و گفته شده بایدن دوباره قراره با کنگره آمریکا هم دیداری داشته باشه تا در مورد کمک های بیشتر هم رایزنی بکنه. ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از دفتر واشنگتن دی سی.
اما در این رابطه همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی. آقای حسنیاری، خب آلمان هم امروز اعلام کرده که یک سری دیگه کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین میده. البته از آلمان همیشه انتقاد شده بود، الان هم اطلاعات بیشتری نداده که چه نوع تسلیحاتی قرار در اختیار اوکراین قرار بده. از نظر شما چه تسلیحاتی خواهد بود؟ ببینید، تسلیحات سنگینی خواهند بود، به خاطر اینکه تسلیحات سبک و انفرادی دیگر کاربردی ندارن، به خصوص با این حمله ای که روسیه شروع کرده در شرق اوکراین. در نتیجه تنها تسلیحات سنگین هستن که میتونن کمک بکنن به نیروهای اوکراینی در برابر نیروهای روسی که از هر نوع تسلیحاتی که در اختیار دارن در این جنگ استفاده میکنن. خب بندر ماریوپول هم که میبینیم که شرایطش خیلی بده، الان خود اوکراینی ها میگن ممکنه اوکراینی هایی که اونجا دارن میجنگن زیاد ادامه پیدا نکنه و حتی جان خودشون رو از دست بدن. اگر ماریوپول بعد از این همه هفته سقوط بکنه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، یکی از مشکلات عمده ای که در این جنگ رخ داده تعلل زیادی کشورهای عضو ناتو، کشورهای غربی، برای رساندن کمک به اوکراینی ها. در مورد ماریوپول، خب اگر که این منطقه سقوط بکنه به طب روسیه میتونه دسترسی اوکراین رو به دریای سیاه جلوش رو بگیره و همینطور جنوب اوکراین رو به شرق که الان در اونجا در حال جنگیدن هست متصل بکنه و به نوعی اوکراین رو به محاصره در بیاره و اوکراین در نتیجه چنین پیش آمدی بهتر ناچار هست که اون چیزی که روسیه خواهان اون هست رو اون تن بده. وزیر خارجه روسیه خب دیروز تایید کرد که دور دوم حملات گسترده رو آغاز کرده و در دور اول اونها گفتن به اهداف خودشون دست پیدا کردن، اما خیلی معتقد بودن که این اتفاق نیفتاد. الان روسیه استراتژیش تغییر کرده و آیا فکر میکنید که به اون چیزهایی که میخواد یا اهدافی رو که گذاشته میرسه؟ ببینید، اهدافی که روسیه در گذشته گذاشته بوده به اونها دست نیافته. در مورد شرق میتونه به این اول بخشی از این اهداف حداقل دست پیدا بکنه، ولی اگر که تسلیحات غربی ها هر چه زودتر به اوکراینی ها برسه به طب مسئله رو بسیار بسیار پیچیده‌تر، مشکل‌تر و حتی غیر ممکن میتونه بکنه برای روسیه در منطقه شرق اوکراین. متشکرم از شما هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی که در این برنامه با ما بودید. و حالا تصاویر زنده می‌بینیم از دادگاه شکایت جانی دپ، بازیگر مشهور هالیوود و همسر سابقش. بله، جانی دپ از همسر خود به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده و خواستار اعاده حیثیت شده. Decimate me or to send me into a kind of tailspin of confusion. نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر کشورهای جهان. دادگاهی در لندن حکم استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، به آمریکا را تایید کرد. رأی صادره هنوز مورد تایید وزیر کشور بریتانیا قرار نگرفته و اجرای آن نیازمند تایید دولت این کشور است. وکلای آسانج 4 هفته فرصت دارند تا مطالب لازم برای رد این حکم را به وزیر کشور ارائه کرده و یا از دادگاه عالی بریتانیا درخواست تجدید نظر کنند. یونیسف اعلام کرد بحران اقتصادی در لبنان نرخ مرگ و میر مادران باردار در این کشور را تا 3 برابر افزایش داده و سلامت کودکان را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است. آژانس کودکان سازمان ملل متحد میگوید شرایط موجود در لبنان ناشی از بحران‌های اقتصادی است که در 3 سال اخیر رخ داده و منجر به مهاجرت حدود 40% از پزشکان و 30% از ماماها از این کشور شده است. امضای توافقنامه امنیتی میان چین و مجمع جزایر سلیمان باعث افزایش نگرانی‌های استرالیا و متحدان غربی این کشور نسبت به نفوذ روزافزون پکن در اقیانوس آرام شده. بر اساس مفاد پیشنویس این توافق، نیروهای امنیتی و دریایی چین مجاز ببخشید به حضور در جزایر سلیمان خواهند بود، منطقه‌ای که با سواحل استرالیا متحد اصلی غرب در اقیانوس آرام تنها 1500 کیلومتر فاصله دارد.
8 دیپلمات و بازرگان روس که از ژاپن اخراج شدند همراه با خانواده‌های خود توکیو را به مقصد مسکو ترک کردند. نخست وزیر ژاپن اعلام کرد به منظور پیشگیری از تلافی دولت پوتین اقدامات لازم برای حفظ امنیت اتباع و شرکت‌های ژاپنی فعال در روسیه را در دستور کار خود قرار داده است. نتفلیکس، کمپانی نمایش آنلاین فیلم و سریال، با ریزش چشمگیر مشترکان خود در یک بازه زمانی 3 ماهه روبرو شد. نتفلیکس دلیل کاهش تقاضای اشتراک را افزایش فعالیت‌های رقابتی سایر سرویس‌های آنلاین پخش فیلم و استفاده کاربران از رمز ورود به صورت مشترک اعلام کرده است. پس از اعلام خبر ریزش مشترکان، ارزش سهام نتفلیکس 22% کاهش پیدا کرد. مجازات تجاوز به یک دختر بچه 3 ساله در پرو خبرساز شد. متجاوزان محکوم به مصرف داروهای شیمیایی با هدف کاهش و از بین رفتن میل جنسی هستند. در پی اعتراض گسترده مردم از آزار جنسی یک کودک 3 ساله، رئیس جمهور پرو مصمم است با حمایت قانونگذاران لایحه‌ای به منظور قانونی شدن این مجازات در کنگره این کشور به تصویب برساند. همکارانم در برنامه امروز با موضوع واکنش گسترده به سفر پرحاشیه خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به ترکیه با شما خواهند بود. در این برنامه همچنین گزارش هایی دارند از تازه ترین تحولات حمله روسیه به اوکراین، دوره دوم انتخابات فرانسه و نظرسنجی ها از رقابت 2 نامزد اصلی امانوئل مکرون و مارین لوپن. برنامه امروز ساعت 10 به وقت ایران با همکارم شرار عزیزی. ممنونم که همراه ایران اینترنشنال و برنامه 5 عصر بودید. تا دقایق دیگر همکارم کاملیا پورکتابی با بخش اقتصاد و بازار همراه شما خواهد بود. تا فردا و 5 عصر دیگر، وقتتون خوش.